بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان چشم شبیه چشم تو گریان نمی شود زهرا حریف چشم تو باران نمی شود گیرم که نان بعد خودت هم درست شد نان بدون فاطمه که نان نمی شود برخیز و باز مادریت را شروع کن برخیز و باز مادریت را شروع کن فزه حریف گریه طفلان نمی شود بدجور جلوه کرده کبودی چشم تو طوری که زیر دست تو پنهان نمی شود معجر بزن کنار و علی را نگاه کن معجر بزن کنار و علی را نگاه کن خورشید زیر ابر کتابان نمی شود فهمیدم ز سرفه سنگین سینه ات امشب نفس کشیدنت آسان نمی شود ای استخوان شکسته حیدر چه می کنی؟ با کار خانه زخم تو درمان نمی شود من خواهشم شده است که زهرای من بمان تو با اشاره گفتی که علی جان نمی شود گفتم که روی خیش عیان کن ببینمت گفتی به یک نگاه به قرآن نمی شود اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المسودع فيها بعدد ما أحاط به علم. سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه وقت بیداری و ویژه برنامه انتظارات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها از جامعه اسلامی از طریق شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام امیدواریم در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و صحتمند باشید تسلیت عرض می کنیم ایام سوگواری و عزاداری زهرای شهیده سلام الله علیها دخت نبوت همسر ولایت مادر امامت را اولا به پیشگاه ملکوتی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثانیا خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه‌ای به وقت بیداری تسلیت عرض میکنیم این ایام سوگواری و عزاداری را امشب در شهر نجف اشرف نه بلکه در تمامی قلوب مؤمنین و مخلصین به حضرت زهرای مرضیه غوغایی بپاست همه بر سرزنان و مادران میگوید با حسن و حسین و زینب کبرا سلام الله علیهم همه هم نوا شدیم و عزاداری مادرمان زهرای مرضیه را برپا کردیم خداوند انشاءالله در آخرت شفاعت این بانوی بزرگ را نصیب یکایک ما و شما بزرگواران بفرماید انشاءالله. بینندگان عزیز با احترام و با افتخار امشب در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد احمدی هستیم. امیدواریم که انشاءالله بتونیم دقایق را از محضر جناب استاد استفاده بکنیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله به برنامه امشب ما خوش آمدید. موفق و معید باشید ما هم از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که از همه ما و شما این برنامه را قبول بفرمایید سلامت باشین تشکر از شما جناب استاد جناب استاد برای شروع بحث امشب ما برای اینکه بتونیم وقت هم کنترل بکنیم اول از شما خواهش معی است که خلاصه از زندگی نامه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو لطف کنید برای بینندگانمون بیان بکنید تا بریم سراغ اصل موضوع بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین حضرت زهرا سلام الله علیها تا
تنها یادگار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال پنجم بعثت در مکه معظمه از مادر پاک دامن و عاقله و متدینه حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به دنیا آمدن. خب میدانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه تبلیغ کردند و در این 13 سال متاسفانه هدایت نشد اون اندازه‌ای که باید هدایت بشه، بسیار یک عده خاص محدودی من. که اونها اکثر به سمت حبشه مهاجرت کردند. داستان شعب ابو طالب و غمها و مصیبت‌هایی که بر پیغمبر در این 13 سال رو داد. در سال پنجم از بعثت حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد. 8 سال با پیغمبر اکرم دوشادوش در زحمات طاقت فرسایی که بر مسلمان ها و بر رسول خدا وارد می شد تشریف داشتن در مکه معظمه. در بعد از 8 سال هجرت کردن به سمت مدینه منوره و در سال دومی از هجرت حضرت زهرا سلام الله علیها با آقا حضرت امیر ازدواج کردن که در سال سومی از هجرت حضرت امام حسن علیه السلام به دنیا آمد و در سال چهارمی از هجرت حضرت سید الشهدا به دنیا آمدند. در سال پنجمی از هجرت حضرت زینب کبری به دنیا آمدند. تا سال دهم هجری حضرت زهرا در این عالم زندگی کرد. 18 سال. 8 سال در مکه، 10 سال در مدینه. 18 سال زندگی کرد. پیغمبر اکرم سال دهم هجری از دنیا رفت. سال 11 هجری، چون ما از ماه محرم حساب میکنیم سال هجری رو، در سال 11 هجری یعنی در ماه صفر، ماه دوم از ماه های قمری، ماه صفر، آخر ماه صفر، رسول خدا از دنیا رفت. بعد از 75 روز یا 95 روز، یعنی حول هوش 3 ماه بعد، حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن. این خلاصه ای از زندگانی بی بی بود. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما جناب استاد. جناب استاد، اصل موضوع برنامه امشب ما همونطوری که انتخاب شده انتظارات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها از جامعه اسلامی امروزی هست و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها شخصیتی که اختصاص به یک نژاد، به یک گروه و به یک قشر و به یک زمانی نداره، بلکه متعلق به همه دنیا است، علل خصوص دنیای اسلام و مسلمین. و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم تنها چیزی هست که تمام مسلمین به او اتحاد داره. سوال حقیر از حضرت عالی این هست که انتظار و انتظارات حضرت زهرای مرضیه از جامعه اسلامی امروز ما چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه ای دارد حضرت زهرا سلام الله علیها که در کتب مختلف این خطبه نقل شده. بله. هم در کتب شیعه و هم در کتب عامه، در کتاب بلاغات النساء این خطبه آمده و در کتاب بحار الانوار هم آمده خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد نبوی. بعد از آن که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا یک خطبه مفصل ایراد کرده است. در جمع مهاجرین و انصار پرده زده بودن. بله. مردها پشت پرده بود، حضرت زهرا یک طرف پرده به قسمی که نمی دیدن بی بیرون. شرایط خاصی بود و ما در زندگی حضرت زهرا فقط این یک خطبه را در جمع از بی بی دیدیم. یعنی بی بی های بزرگوار اینطور نبودن که همیشه بین مردم ظاهر بشوند خطبه بخوانند. در شرایط خاص خطبه میخواندند و ایراد میکردند. در اون خطبه که مشهور است به خطبه فدکیه،
در این مورد نکات هست و سفارش کرده بزرگان که کسانی که میخواهند معرفت داشته باشند به حضرت زهرا سلام الله علیها باید که این خطبه را بخوانند و این خطبه را حفظ بکنند. در این خطبه از انتظاراتی که حضرت زهرا سلام الله علیها از جامعه اسلامی دارن چند چیز استفاده میشه. یکی از انتظارات حضرت زهرا سلام الله علیها این است که مردم اتحاد داشته باشند. بله. بر محور واحد. بله. چون اتحاد بدون محور نمیشود. بر یک محور واحدی مردم باید اتحاد داشته باشند، متفرق نباشند. تفرقه باعث هلاکت مسلمان هاست. بله. اون محور واحد را حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی فرموده است و جعل طاعتنا نظاما للملت و امامتنا امانا للفرقت. اگر مسلمان ها میخواهند به اتحاد برسند، به اتفاق برسند، هم دست بشوند، باید بر محور ولایت و امامت ما جمع بشوند، محبت ما را قبول کنند و بر این محور واحد با هم اتحاد داشته باشند. بله. چه خانواده، چه در جامعه، در تمام شؤون زندگی خود محبت ما را محور قرار بدهند برای اتحادشون. خب اختلافات در از انظار و آراء علمای اسلامی زیاده، ولیکن یکی از محورهای اتحاد که مهمترین محور است اهل بیت پیغمبر، مودت القربا، مودت ذوی القربای پیغمبر و محبت به حضرت امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام، این را همه مسلمان ها اتحاد دارند. بر این محور واحد همه اتفاق دارند. حضرت می فرماید که اگر بر این محور اتحاد خود را حفظ بفرمایین و هم دیگر را به دیدی محب حضرت زهرا ببینید، از هر فرقه ای که هستین، از هر قشری که باشین محب ما هستین، ما رو دوست دارین، با توجه به این محور با هم دیگر اگر تعامل بکنید زندگیتون زندگی خوبی می شود و زندگی می شود که مطلوب ما هست. سلامت باشین، تشکر از شما جناب استاد. بدون شک از استفاده کردن از راهنمایی های بانوی دو عالم همیشه مفید خواهد بود. امروزه وقتی میبینیم مسلمین بیشتر از هر زمانی میشه گفت نیاز به اتحاد داره، علی‌خصوص با شرایطی که پیش آمده در دنیای اسلام و مسلمین، و خود اتحاد همونطور که جنابتون فرمودید یک امر کلی هست. این اتحاد چگونه حاصل شود؟ اتحاد بر محور ولایت اهل البیت علیهم السلام چندین راه داره، یعنی با این چند گزینه انسان میتواند خود را به اتحاد برساند. با مطالعه به حیات طیبه خاندان پیغمبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، یکی صبر در برابر مشکلات و استقامت در برابر ناملائمات. بدون شک انسان در زندگی خود مشکلاتی میبیند، زحمات و ناملائماتی میبیند از ابعاد مختلف زندگی. گاهی میبینیم که عزیزی را از دست میدهیم. بله. گاهی از نظر اقتصادی میبینیم که اقتصاد مردم با مشکلات روبرو میشود. گاهی از نظر فرهنگی هجمه میبینیم. در برابر این همه گرفتاری ها و نابسامانی ها صبر داشته باشیم، استقامت داشته باشیم. این استقامت کردن انسان را بر محور واحد میتواند که نگه دارد، و حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از نقاط برجسته زندگیش استقامت در برابر مشکلات است. از همان ابتدای حیات طیبه اون بیبی، وقتی که 5 سالش می شود مادرش خدیجه از دنیا می رود، به دور پیغمبر اکرم می چرخید در روایت آمده،
و از رسول خدا سوال میکرد که این امی، مادرم خدیجه کجاست؟ خب پیغمبر اکرم رحمت للعالمین قلب مهربان دختر 5 ساله را ببیند، مادر را سوال میکند چجور جواب بدهد؟ خیلی سخته هر کسی که باشه بله بپرسه مادرم کجاست، پدر چجور جواب بده؟ منده بود چجور جواب بده حضرت زهرا را. خیلی دوست داشت حضرت زهرا را پیغمبر اکرم، حتی در جواب دادن خود فکر میکرد، توجه میکرد که چجور جواب بده که اون ناراحت نشه. جبرائیل نازل شد، جواب را جبرائیل آورد و رسول خدا عرضه داشت یا رسول الله، خدای تبارک و تعالی به حضرت فاطمه زهرا سلام میفرستد و بعد از سلام فرموده به فاطمه بگو مادرت خدیجه در کنار حضرت مریم و حضرت آسیه و حضرت حوا در جایگاه خاصی قرار دارد، برای او جایگاه ویژه قرار داده ایم، از بانوهای ویژه عالم است. وقتی که این سخن را در خاتم انبیا برای حضرت زهرا فرمود، در روایت این طور آمده که حضرت زهرا بی صبری نکرد، بی طاقتی نکرد، با اینکه 5 سالش بود، نگریه ناله ای. وقتی که سلام خدا را شنید آرام شد، فرمود ان الله هو السلام، با اینکه کودک بود، فرمود ان الله هو السلام، خود خدا سلام است، و منه سلام و الیه یعود السلام. بله، این یک نمونه از درس های عجیبی که ما از زندگی این بانوی بزرگ با این سن کوچکش، در صغر سنش، در کوچکی سنش از او میبینیم. بله، در وقتی که بزرگ میشود روحیهش بزرگتر میشه. مثلا در جنگ احد حضرت زهرا شنید از زمین و آسمان، بین زمین و آسمان ندای بلند شد که گوینده ندا شیطان بود، صدا زد الا یا ایها الناس قد قتل محمد، مردم محمد کشته شد، صدا پیچید، شهر مدینه همه این صدا را شنیدن، از جمله به گوش حضرت زهرا رسید. حضرت زهرا مشغول امور خانه بود، دست از تمام کارها برداشت، برم ببینم چه خبر. چادر بسر کرد، با 9 زن دیگر از مدینه حرکت کرد، کوه احد نزدیک دیگه به مدینه، بله، حرکت کرد، آمدن خود را رساندن به کوه احد، دیدن که جنگ خاتمه یافته و کفار قریش رفته، شکست خورده، بعد یک عده کشته شده، جنازه های تکه تکه افتاده، 72 نفر شهید شدن در کوه احد و یک عده به شدت مجروح، خیلی مجروح زیاد شد بود در کوه احد. زنها، اون 9 زنی که آمده بودن با حضرت زهرا، مشغول پانسمان و رسیدگی به امور مجروحین شدن. حضرت زهرا خود را رسان به رسول خدا، پیدا کرد پیامبر اکرم، تا دید که رسول خدا سر صورت مبارکش پر از خاک است، دندان شکسته، پیشانی پر از خون، در بغل خود گرفت حضرت خاتم انبیا را مثل یک مادر. پیغمبر فرمود که فاطمه ام و ابیها، مثل یک مادر پیغمبر اکرم را در بغل گرفت. این قضیه را در کتب اهل تشیع و در کتب جمهور آمده، در کتاب المغازی مال واقدی این داستان آمده، در کتاب بحار علامه آمده، در مختلف کتب، در تألیفات شیخ عباس قمی هم آمده، سفینة البحار ظاهرا. حضرت زهرا پیغمبر اکرم را در بغل گرفت و حضرت امیر المؤمنین آب میرخت، صورت پیغمبر را شست، یک چیزی اونجا تبدیل کرد با خاکستر، آتشش زد و گرفت روی زخمها گذاشت. یعنی در شرایط جنگ یک زن بدون اینکه بترسد و بهراست در برابر مشکلات صبر میکند، میآید خود را به پیغمبر اکرم میرساند. این یک نقطه. نقطه دومی که انسان را میتواند در برای محور اتحاد نگه دارد، توجه به امور بندگی است. انسان باید که وظیفه خود را انجام بده. اگر وظیفه بندگی خود را انجام داد، خدا خودش درست میکند مشکلات را، راه برون رفته از مشکلات را خدای تبارک و تعالی به انسان نشان میده.
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما راه را به اونها نشان میدیم، راه برون رفت رو نشان میدیم. انسان در زندگی، در امور بندگی خود باید که توجه کند. یکی از امور بندگی نماز است. در نماز خود انسان باید توجه کند، یک وقت مشکلات دنیا نکند انسان را از یاد خدا غافل بکند. نماز انسان را اون خشوع و خضوعی که در نماز مطلوب است از انسان بگیرد. خشوع و خضوع در ایامی که مشکلات نباشد از هر کسی ساخته است، اما در ایام مشکلات جامعه و فرد خضوع و خشوع بسیار کار سختیه که انسان از یک طرف ببیند که با مشکلات اقتصادی روبرو است، از یک طرف ببیند که با مصائب و خلاصه مشکلات فردی خود روبرو هست، از یک طرف از خانواده گرفتاری های برای او پیش بیاید، گرفتاری های مختلف، در عین حال اون خضوع و خشوع انسان در نماز از انسان کم نشوه. نماز خود را در اول وقتش بخواند، نماز خاضعانه و خاشعانه خواندن، یعنی نماز در اول وقت خواندن، نماز با آرامش خواندن، نمازی که نوافل داشته باشه، نمازی که تعقیبات داشته باشه، این نمازی می شود نماز با خضوع و خشوع. انسان این دو راه کار است برای این که انسان را در محور اتحاد و اتفاق در اتحاد در محور ولایت حضرت زهرا نگه می دارد انشاءالله. بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد. بله بینندگان عزیز، همطور که جناب استاد فرمودن، صبر انجام وظیفه و انجام وظیفه بندگی که خداوند توسط ائمه معصومین، توسط انبیاء و اولیاء به ما رساندن، اینها میتونیم در این امور از همه امورات بیشتر الگوگیری بکنیم از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. از خداوند بخواهیم که به بزرگی این بانو به ماها توفیق بده که بتونیم انشاءالله زندگی من را همچون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها پیش ببریم. بینندگان عزیز، یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، انشاءالله بعد از میان برنامه باز هم در خدمت شما خوبان هستیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. بینندگان عزیز، از بارگاه رب العزه خواهان این هستیم که همیشه زندگی ایمان رنگ و بوی فاطمی و علوی داشته باشه و همیشه پیشوایان ایمان را بتوانیم درست بشناسیم و زندگی ایمان طوری باشد که رضایت خداوند و رضایت ائمه معصومین که پیشوایان من هستند
در آن باشد. انشالله بینندگان عزیزی که برنامه به وقت بیداری و دیگر برنامه های شبکه جهانی هاد تیوی را دنبال میکنین، پول ارتباطی برنامه هست شماره مثبت 964-780-255-413. انشالله که عزیزان میتونن پیام هایشان از این طریق بفرستن، سوالات شرعی که اگر دارن و همینطور سوالاتی اعتقادیشان مطرح بکنن. کارشناسان ما با افتخار انشالله در خدمتشان هستن و عزیزانی هم که پیشنهاداتی دارن میتونن در قسمت برنامه ها ما را همکاری بکنن و ما خوشحال میشیم که از پیشنهادات مخلصانه شما عزیزان استفاده بکنیم انشالله. در خدمت جناب استاد هستین با ادامه بحث. جناب استاد، از بحث اتحاد که میشه گفته یکی از انتظارات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، از پیروان مکتب ائمه معصومین و مکتب اسلام اگر بخوایم عام‌تر بگیم تمام مسلمین هست، اگر از بحث اتحاد کدام مسئله مانده لطف کنید بگید تا بریم سراغ. بسم الله الرحمن الرحیم. خواستیم جنبندی بکنیم در اینجا که اوضاع و احوال مسلمان های امروز ما خیلی شبیه هست با اوضاع و احوال مسلمان های زمان رسول خدا. در صدر اسلام مسلمان ها هم از این گرفتاری ها زیاد داشتن، محاصره اقتصادی می شدن. در شعب ابو طالب نمی گذاشتن کسی آب و نان ببره به مسلمان ها. و از نظر نظامی تهدیدات نظامی زیادی بود در برابر مسلمان ها، شکنجه می شدن. اما اونها با این عناصر توانستن که دین مقدس اسلام را حفظ کنن، با الهام از حیات طیبه پیغمبر و آل پیغمبر صبر کردن در برابر مشکلات و از طرف دیگه وظیفه خود را درست انجام دادن. حضرت زهرا سلام الله علیها خودش یکی دو روز گرسنه نمیماند، بعضی اوقات تا سه روز گرسنه نمیماند، ولیکن وقتی که کسی میرفت به خانه حضرت زهرا میدید که در حال نماز خواندن است، با اینکه گرسنه است داره نماز میخونه. اگر من باشم، من خودم را میگم، من یکی دو روز که گرسنه بمانم که نمیتونم نماز بخونم. ولی اون روح چه روح بزرگی است که اصلا گرسنگی و تشنگی و اینها اصلا یادش میرود، میستد و نماز میخواند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد به خانه حضرت زهرا، دید که حضرت زهرا سلام الله علیها مشغول نماز است. بعد از نماز پیغمبر اکرم اونجا نشست و یک لقمه نان خشکی با یک مقدار آب آورد خدمت رسول خدا. حضرت فرمود که چه کار خوبی کردی دخترم، سه روز است که پدرت هم نان نخورده است. الله اکبر. سه روز است که من نان نخوردم. در عین حال نماز را فراموش نمی کردن. همون زهرایی که دو روز گرست نمی موند از شب تا صبح نماز می خوند. همون زهرا روزها را روزه می گرفت. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سه شب پشت سر هم به مسکین و یتیم و اسیر طعام می دهم و خودشون روزه می گیرن و نماز خود را هم تا صبح. شکایتی هم نداره، راضی هم هست. این درس بسیار بزرگی است. مسلمان ها نماز خود را باید توجه کنیم، روزه خود را باید توجه کنیم، حج خود را باید توجه کنیم، مالیات اسلامی خود را توجه کنیم. مشکلات میگذره. بله. تاریخ در گذر است. انسان باید که زندگی آبرومند داشته باشه، هم در پیشگاه خدا و هم در پیشگاه وجدان خود. بله. این تتمه‌ای بود که از بحث سابق باشید. تشکر میکنم جناب استاد. شما اشاره داشتین بر انتظارات دیگری از حضرت زهرای مرضیه که از جامعه اسلامی دارن و فرمودین که هرچند خب انتظارات زیاد هست شاید نتونیم بپردازیم به موضوع دیگری که اشاره کردین، بحث مدیریت خود انسان بود. درباره این مسئله لطفا توضیحات رو. بله، انتظار دیگری که حضرت زهرا سلام الله علیها از خطبه فدکیه استفاده می شود توجه به مسئله مدیریت خود است. بله. انسان باید که به خودش و مدیریت خودش توجه داشته باشه. آیات قرآن هم ناظر به این معناست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مردم مؤمنین
مواظب باشین خودتون رو فراموش نکنید یک وقتی بله. که خود انسان خیلی مهمه. قبل از اجتماع خود است، اول انسان باید به خودش توجه داشته باشه. وقتی که خودها درست شد، اجتماع خود به خود درست میشه. من خودم را اصلاح کنم، این آقا خودش را اصلاح کند، اون آقا به امور خودش توجه داشته باشد. هر کسی در فکر اصلاح خود اگر باشد، جامعه را هم ماها تشکیل میدیم، جامعه اصلاح میشود. توجه به خود، خب این از کدام قسمت کلام حضرت زهرا استفاده میشود؟ همین جمله ای که قبلا عرض کردم، قبل از او این جمله است که جعل الله الصلاة تنزیها عن الكبر و الصوم تنزیها عن الشرك و الاخلاص تشییدا للدین. این جملات آمده در کلام حضرت زهرا، یعنی مسلمان ها مواظب توحید باشید، مواظب باشین مشرک نشوید، مواظب باشین که اخلاص خود را از دست ندید. اینها همش بعد شخصی است، این مدیریت خود دیگه، خود را انسان مدیریت کند از این کانال. اخلاصش مدیریت اخلاص خود، مدیریت اعتقاد خود، مدیریت اعمال خود. در نماز خواندن خود، خود را انسان مدیریت کند. در اعتقاد به توحید خودش را مدیریت کند. در اینکه گرفتار شرک نشود خودش را مدیریت کند. در برنامه همکاری با جامعه خودش را مدیریت کند. این مسئله مدیریت خود است که در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها آمده. سلامت باشین جناب استاد. بحث مدیریت خود انسان که به اصطلاح میشه گفت که یک انتظار است که بعد شخصی داره، یعنی در بحث اتحاد بعد اجتماعی داشت و میشه گفت که مربوط عام میشه، در اینجا مربوط خاص میشه. چگونه حاصل کنیم؟ مدیریت خود را انسان میتواند که از چند طریق با توجه بکند که انسان مدیریت کند خودش را. یکی در امر معیشت، متاسفانه در زندگی مسلمان ها این مطلب حالا از کجا سرچشمه گرفته خیلی مهم نیست، شاید هم مهم باشه مطالعه بشه در موردش، که در امور معاش خود انسان باید سخت نگیرد، آسان بگیرد. الان بعضی از کشورهای خارج را هم که میشنویم که در امور معاش سفارش میکنه که یک مقدار آسان بگیرید. این که انسان سه وقت غذا بخوره، اونم غذای چرب با مقبلات به تعبیری آقایان و خلاصه مقدمات و مقارنات، این خیلی مطلوب نیست. امور معیشتی خود را انسان باید یک مقدار در زندگی معیشت خود ساده باشد، ساده زیستی باشد. سیره انبیا و ائمه معصومه، سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، در صحبت قبلی اشاره کردیم که حضرت بعد دو سه روز گرسنه نمی‌ماندند، خیلی اهمیت نمی‌دادند. بعضی اوقات در بعض خانواده‌ها بله بین خانم و آقا دعوا میشه در مسئله امور معیشتی. بله اگر یک مقدار غذا دیر و زود بشه آقا ناراحت میشه. بله امور معیشتی را انسان باید ساده بگیرد. یک مقدار طعامی که باعث بشود که برای انسان نیرو باشه، خب انسان برای خوردن نیست، انسان برای ترقی و رشد است. رشد و ترقی انسان را توجه زیاد به امور تا خوردن و آشامیدن رشد انسان را میگیره. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه از بزرگان علمای شیعه در خاطرات خود نوشته میکنه که یکی از اموری که باعث شد به من ضربه بزند، رفتن من از لبنان بود به سمت ملک خلاصه ایران و خراسان. اون جاها مردم در اون زمان، الان هم همین طوره که یک مقدار به امور معاش خود توجه بیشتری دارد، امور معیشت خود توجه بیشتری میده، از این ناله میکنه، میگه که این باعث شد که من عقب بمانم. در زندگانی علما هم همینطور میبینیم، مثلا در شیراز یکی از علمای بزرگ که الان اسمش یادم رفته، ازش نقل شده که
شاگردانش نقل میکنه که اون آقا در هفته فقط یک بار، اونم روز جمعه، یک طعامی که روغن داشت درست میکرد. دائما از نان خشک و آب استفاده میکرد. این یک درس خیلی بزرگی است در مدیریت خود. اگر انسان در مسئله مدیریت خود گاهی از مجبوری میشه، گاهی از اختیار میشه، این یک فرهنگی شده در بین مردم که یک مقدار بسیط بگیره، آسان بگیره، ساده بگیره، خیلی از مشکلات حل میشود. خب چه لزومی دارد که همیشه انسان گوشت بگیره از بازار؟ چه لزوم دارد که انسان خلاصه در امر خوراک خود اینقدر اهمیت بده که بالاخره کار به جاهای باریک برسه؟ این یک امر است در مدیریت خود. امر دیگری که برای مدیریت خود می شود که انسان خودش را در مدیریت خودش دخیل باشد، توجه به تربیت اولاد است. اولاد خود را باید درست تربیه بکنه. خود تربیت اولاد برگرفته از تربیت خود انسان. توجه به خود برای این که اولادی که در آینده می آید اولاد درست و سالمی باشه. یکی از اساتید و یکی از بزرگان برای ما این را تعریف میکرد که متاسفانه شکایت هایی میشود که ما در امر حجاب چی کار بکنیم. خانواده های ما در مسئله حجاب گوش نمیده به حرفای ما، دخترهای ما، خانمهای ما. اون استاد اینطور میگفت که یکی از مشکلاتش اینه که از سن صغر و از کوچکی اطفال توجه نمیشود به این مسئله. دختر 6-7 ساله چادر نداره. از اون کوچکی اگر به او توجه بشه چادر بده، کم کم عادت میکنه به چادر سر کردن. گاه اوقات میبینه که دختر 10-12 ساله است که اصلا چادر سر نمیکنه. وقتی که او 15 سالش بشه سخته برایش دیگه که یک چادر رو بگیره روی سر خود بیاندازه، یک مرتبه دهش بگه که بیا حجاب کنی. باید زمینه سازی شوه، یعنی بله، از همون زمان، از همون کوچیکی، از همون 5 سالگی 6 سالگی باید این برنامه چی بشه؟ بله، باید راه اندازی بشه. در نمازش هم همینطوره. در روایات داریم وقتی که اطفال 6 ساله میشه نماز یاد بدین بهش. منتظر نباش که کی نماز واجب میشه که باید نماز بخونه. اطفال وقتی که 9 ساله میشه باید که برخورد بکنه باش. چرا نماز نمیخونه؟ چی پسرش، چی مثلا دخترش. گاه اوقات ما در افغانستان که بودیم دوستان میگفتن که ما چیکار بکنیم بچه های جوان را، هر قدر که صبح میشه میگیم بلند شو نماز بخوان، نماز نمیخونن، از خواب بلند نمیشه. یکی از مشکلاتش اینه که از اون کوچیکی توجه نمیکنم به این برد. خب انشاءالله تعالی اینم انتظار دوم است که حضرت زهرا سلام الله علیها بله از جامعه اسلامی داره، توجه به خود و مدیریت خود. بله. مدیریت خودم از این طریق، مدیریت، توجه به مدیریت خود داشته باشه انسان از طریق، بله، با توجه به این برنامه که این توجه به خود زمینه ساز تربیت اولاده. اولادها با حرف پدر و مادر خیلی زیاد کنار نمی آید، زندگی خود را تنظیم نمی کنه. بله. با عمل پدر و مادر تنظیم می کنه. شاید دلیلش می تونه همین باشه که بحث شما فرمودید برخورد شما با اولاد، بحث اصولی بودن این برخورد هم شاید حالا مطرح باشه که جسارتن که اگر یک وقت این اصولی نباشه، به جای اینی که نزدیک بشه به این اعمال شایسته که همون دستور الهی باشه، نماز خواندن و روزه گرفتن و حجاب پوشیدن، یک وقت دلیل فاصله نشه. بدون شک چنین است. جناب استاد، مسئله بعدی که در برابر رفتار اشاره داشتین. بله بله، پدر و مادر قطعاً برخوردی که بکنن برخورد مهربانانه باشد. یعنی منظور ما از برخورد این نبود که پدر و مادر غیظ و غضب بکنه و اخلاق ناشایست و اخلاق غیر اسلامی از خود نشان بده برای اولاد.
برخورد بکنه. برخورد کردن فرق داره. بله. مثلا بگه پسرم من مرا دوست داری؟ اگر دوست داری نماز باید بخونی. بله. برخورد بکنه به او رو توجیه بکنه بهش. بگه نماز که بخونی اینقدر ثواب میشه. نماز بخون که پدر بزرگت در بهشت خوشحال شه. نماز بخون که مادر بزرگت خوشحال بشه. ثوابهایش به اونا میرسه. در روایات هم همینطوره. وقتی که یک فرزند بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، خدای تبارک و تعالی رحمان و رحیم را که میشنود به پدر و مادرش ترحم میکنه. میگه این پسر مرا به اسم رحمان و رحیم یاد کرده، باید به پدر و مادرش توجه بکنه. پدر و مادر شدن خیلی سخته. بله. انسان باید یا پدر و مادر نشود. بله. قید ازدواج رو بزنه. یا اگر پدر و مادر میشود یک مقدار زحمت بکشه. برنامه بریزه، وقت بگذاره برای فرزندان خود، چه در امور عبادتش، چه در امور زندگی اجتماعیش، که در آینده این وقت گذاردن باعث می شود که فرزندان خوبی بشه. این یکی از خصیصه های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببخشید وقت هست؟ نه بله بله. حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا در مسئله توجه به خود این مسئله را لحاظ کرده. شب حضرت زهرا وقتی که نماز می خوانه امام حسن خبر می شه. از نماز خواندنش در اتاق تنها نمیخونه نماز، در اتاقی که بچه‌هاش خوابیده اونجا نماز میخونه. شب بلند میشه امام حسن، اشتباه میبینه مادر مشغول است که همسایه‌ها رو داره دعا میکنه. اونقدر دعا کرد از اول صبح تا شب برای همسایه‌ها، برای اهل مدینه، که حضرت امام حسن فرمود چرا یک بار برای ما دعا نمیکنی مادر؟ اینقدر برای همسایه‌ها دعا میکنه. حالا اون همسایه های حضرت زهرا چه همسایه هایی بود؟ همهش همسایه های خوب بود؟ نبود. اینش بماند. ولی وظیفه حضرت زهرا این است که برای همسایه های خود دعا بکند. از سر شب تا صبح اون فرزندان هم میبیند این برنامه را. اون فرزندان حضرت زهرا میشود امام حسن. که وقتی که میاید در پیش کعبه میرسه، رنگش زرد میشود، سر را به آسمان بلند میکند. بله. و میگوید البیت بیتک و العبد عبدک و انا عبیدک. این خانه خانه توست و من بنده کوچک تو هستم. من مهمان تو هستم. مهمان رو میپذیری؟ از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنه. اون مادر باعث میشود که فرزندش فرزندی شود که وقتی که وضو میگرفت رنگش زرد میشد. از ترسی که داشت از پروردگار قهار جبار، ترسی از این که مقامش پایین نه، در پیش خدا مورد کم لطفی قرار نگیره. وقتی که به نماز می استاد این فرزند تمام بدنش می لرزید. این لرزیدن بدن و این رخساره زرد و اون توجهی در بیت الهی مرهون همچه مادر است. اون مادر است که اینطور فرزند را به دنیا آورده. حضرت امام حسین علیه السلام وقتی که ببینیم و صحرای عرفات در موسم حج وقتی که میره دعای عرفه امام حسین معروف، بنی هاشم اطرافش جمع، دست را مثل گدایی که چیزی طعامی بطلبد از کسی به سمت خدا بلند میکند، عشق از چشمه های او مثل ناودان بر لباس هایش میریزد، با خدای خود گفتگو میکند و تشکر میکند از نعمت های پروردگار، خود را مقصر معرفی میکند. حضرت امام حسین علیه السلام حد نه تنها در صحرای عرفات بلکه در روز عاشورا هم در لحظه شهادت خود با معبود خود گفتگو می کند و هیچ نوع ناآرامی در او دیده نمی شود. اینقدر با پروردگار سرگرم راز و نیاز است که کأنت جرح ندیده، زخم ندیده، مصیبت ندیده است. اون از این فرزندش، اون حضرت زینب دخترش رو ببین. شب عاشورا حضرت امام زین العابدین فرمود در شب 11 محرم عمه ام را دیدم در یک گوشه ای نشسته نمازهای نافله می خواند. اون شب تا صبح حضرت زینب نماز خواند. این بعد تربیتی فرزندان مسبب از توجه انسان به خود است و به مدیریت خود است. انسان که خودش را مدیریت بکند، توجه بکند، عوارض کار خود را و آثار کار را که انجام می دهد
این برکات و خیرات از او دیده می شود. سلامت باشین، تشکر می کنم شما جناب استاد از اینکه امشب وقتتون در اختیار ما قرار دادین. ان شاءالله که خداوند به شما خیر بده و طول عمر با برکت. برای بینندگان عزیز همونطور که جناب استاد فرمودن، در زندگی ما تلاش بکنیم که انتظارات بانوی دو عالم که حجت است درای حجت های پروردگار عالم، در زندگی ما وقتی یک کار را انجام میدیم اول تلاش بکنیم رضایت پروردگار و رضایت اینها در اون دیده بشه، و بعد در مشاکل و مشکلات اگر گرفتار میشیم ببینیم از اینها کمک بطلبیم، راهنمایی بگیریم. چنانچه حضرت استاد فرمودن حضرت زهرای مرضیه در تربیت فرزند، در مقابل مشکلات، در عبادت و بندگی، در صبر، در همه اینها میتونه یک الگوی بسیار کامل و خوب باشه. فرق نمی کنه که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در چه عصر زندگی کرده و ما در چه عصر هستیم، و اون دختر پیغمبر خدا بوده و اون مادر امام حسن و امام حسین است. همه اینها به کنار، اون حجت خداست. تلاش بکنیم در زندگی ما از راهنمایی های بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها استفاده بکنیم. جناب استاد اشاره‌ای داشتن به موضوع صبر در مقابل مشکلات و در مورد امر معیشت. بدون شک چنین نیست که حضرت زهرا اگر غذای و طعام خوب استفاده نمی‌کرده دلیلش فقر بود. اونها حجتان خدا بود، اونها همه چی در اختیارشون بود، اما اونها میتونستن که به ما در اصل یاد دادن، آموزش دادن که این گونه این نوع زندگی کردن بدون شک نوع صحیح هست. بینندگان عزیز، شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. برنامه امشب ما همینجا به پایان میرسه و همینطور مشاهده کردین دقایق تصاویر رو از حرم مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام که به صورت زنده تقدیم نگاه های گرم شما عزیزان شد، و ما هم امشب که شب خاصی است نائب وزیاره شما خوبان حتما خواهیم بود در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی علیه السلام. امیدوارم که شما عزیزان هم عزای بانوی دو عالم را برپا نگه داشته و در این ایام حقیر و همکاران من را عزای خیرتان فراموش نکنید. خداوند یار و مددگار شما باشد انشاءالله.